سلام بر بینندگان خوب تلویزیون اصل امروز، به خصوص در برنامه چهره ها. امروز چهارشنبه در خدمت خانم سوسن صفا هستیم. خوش آمدید خانم صفا به محفل خودمونی ما در برنامه چهره ها. مرسی خانم پوری. خانم عزیزم، خیلی ممنون از تلویزیون شما که داره فرهنگ فرهیختگی و فرهنگ روانشناسی و روانکاوی داره تشویق میکنه و در اختیار جامعه ایرانی قرار میده. مرسی از شما. همطور که بینندگان عزیز میدونن، در زیر تصویر نوشته شده خانم سوسن صفا هیپنو درمان هستن و مشکلات و گرفتاریایی که بعضی از افراد دارن به راحتی میتونن درمان بکنن. حالا باید ازش سوال بکنیم که این تکنیک هایی که در ارتباط با هیپنو درمانی به کار میبرن به چه شکل هست؟ با تشکر. چشم. اول از همه بازم سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز میکنم و خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو میذارین برای اینکه این ساعت رو میتونین خیلی چیزا برای خودتون کمک کنین و استفادهش رو ببرین. و مطمئنم اون اشخاصی که الان دارن این برنامه رو تماشا میکنن از این کانال تلویزیونی عصر امروز، حتما در خودشون یک تغییراتی رو دیدن، یک نیازی رو دیدن برای رسیدن به یک چیزی که الان دنبالشن. و این عزیزان خودش خیلی مهمه، یعنی این کم چیزی نیستش که من بدونم یه چیزی در من اشتباه نمیشه گفت، یه چیزی درست سر جاش نیست. اگه ما بخوایم از کلمات استفاده کنیم و کلمات رو معنیشون رو به ذهنمون طوری بندازیم که مانع از این بشه که ما بخوایم چیزی رو بهتر در خودمون پرورش بدیم، بهتره که دوباره فکر کنیم. کلمات نباید با ذهن شما بازی کنه، حتی در محاوره های روزمرتون با اشخاص، با فرزندانتون، با همسرانتون بسیار دیده میشه پور خانم عزیز. دقیقاً. بسیار. که مثلا یه آقایی میاد جلو و با خانمش سلام میکنه، خوشحاله، روزش خیلی خوب شروع شده و خیلی خوبن، یهو با یه کلمه ممکنه خانم میگه اینو فهمیدی مثلا. ناگهان مثل این که همسر ایشون اصلا منفجر میشه، از کوره در میره. دقیقاً. و همسر فکر میکنه که یعنی چی؟ یعنی تو داری به من میگی که من نمیفهمم، من نمیدونم، من بلد نیستم. ممکنه بتونیم به جرئت بگیم 98% اختلافات بیان همه ما از این نوع اختلاف ها هست، ناآگاهی به گفت و شنود. آفرین. به طرز تفکری که ما داریم و برداشتی میکنیم. حتی اگه من این کلمه رو در محاوره روزمره استفاده بکنم و بگم شما در طرز تفکرتون و برداشتتون شاید الان یه خورده اگر بخوای اصلاح کنی ناراحت بشه طرف، بگه نه یعنی تو داری میگی من نمیفهمم، در صورتی که اصلا عزیزان قصد این نیست که کسی رو محکوم کرد یا گفتش که تو نمیفهمی من میفهمم. ما انسان‌ها پویا هستیم، مغز ما نمیتونه دربست خشک بسته بشه درش و بگیم خب با همینی که یاد گرفتیم تموم شد، همه دنیا رو با همین چشم ببینیم. شما هر روز اگر خیلی خوشبخت باشین که کسانی رو، عزیزانی رو در کنارتون دارید که با شما 24 ساعته میتونن تعامل کنن، صحبت کنن، این رو ازشون استفاده کنین. یعنی باز کنید صحبت ها رو، باز کنید گوی رو برای اینکه میدان بدین که همدیگر رو بهتر بفهمین باز کنید. نه اینکه با یک کلمه یهو برگردیم به دوران بچگی که شاید در بچگی اومدن کاری کردن خانم پوری جان و مثلا یک چیزی رو اومدن برداره این بچه به سادگی با خوشحالی یهو تشر خورده، اون رفته توی ذهن ناخودآگاه، از این به بعد فکر میکنه من اصلا بدم، من هر کی میاد طرفم انگار میخواد ایراد بگیره از من. در صورتی که اگه یه خورده بهتر فکر بکنین میتونین با اون عزیزی که بهش اعتماد دارین، اعتماد کردین یا دوست هستین
اگر دوستیاتون واقعا قابل اعتماد باشه، این بهترینه، بهترین. در غیر این صورت من فکر میکنم در دوستی هم باید تجدید نظر کرد. میتونین بذارینشون کنار و فقط اوقاتتون رو پر کنین، ولی بهتره با اشخاصی باشین که شما رو کمک کنن. قبول داری خوری خانم؟ قبول جان. دارم. ببینین مسئله که شما فرمودی در ارتباط با زن و شوهر، من از اینجا گفتگومون رو شروع کنیم، چون من خیلی نیست راجع به این مسئله به خصوص تجربه های مختلف دارم، راجع به زندگی های مختلف. اوایل ازدواج همدیگر رو درک میکنن از نظر زبونی، از نظر فکری. البته اون چی که از زبان میاد بیرون خانم دکتر ممکنه مال فکرشون نباشه، ناخودآگاه اون لحظه میخوان یه چیزی بگن. ولی الان اکثرا مشکل بعد از مرور زمان، بعد از چندین سال زندگی، مشکلات همین شده، یعنی در جواب دادن به همدیگه همدیگه رو درک نمی کنن. یعنی حرفی که از طرف زن یا مرد بیرون میاد، شخص مقابل منظورشو بدونی که متوجه بشه این منظور چیه، فقط میخواد جواب بده و اون جواب انقدر سوزناکه و انقدر دردناکه که باعث مشکلات زندگی میشه و ممکنه از خاطر طرف این نره برای مدت ها، دقیقا زخم بشه. دقیقا همینه که شما فرمودید. به همین دلیله چقدر من خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم و این مسائل به نظر مسائل کوچیک میاد، ولی انقدر تو رابطه ها، به خصوص رابطه های زن و شوی، انقدر میتونه مهم باشه که واقعا میتونه یه خطر بزرگی رو برطرف بکنه تو زندگیه، به خصوص جوونا. 100%. من خیلی خوشحالم که با شما در اینجا نشستم. مرسی عزیز. و شما هستین که خیلی سوالاتون کارشناسانه و خیلی قشنگ باز میکنین مطالبو. صحیح خانم، برای که اینا هم همه فکت های زندگیه. دقیقاً پوری خانم جان عزیز. خب برام اشاره کردین راجع به اینکه یعنی تازه ازدواج کردین، نو عروس یا نو داماد. ببینین عزیزان، وقتی که ما ازدواج میکنیم، دورانی هست که در اصطلاح روانکاوی بهش میگن دوران ماه عسل، بله، هانیمون پریود. این دوران یا به 6 ماه یا حد اکثر اگه خیلی عالی باشه، خیلی خوب باشه، 2 سال تمام میشه. همون دورانی که شما دارین میگین، صحبت میکنن هر دو طرف با هم خوبن و خیلی داره خوش میگذره، کم کم اختلافا قطعا بعد از 2 سال خودش رو نشون میده. عزیزان، از کلمه اختلاف بیاین بیرون. این سطح آگاهی طرفینه. دو تا خانواده، دو تا فرهنگ متفاوت، دو زندگی کاملا جدا از هم، با هیستوری یا چی میگن سابقه کاملا متفاوت، تجربه های کاملا متفاوت. شما از دنیای دیگه و ایشون از دنیای دیگه اومدن. ضمناً همین الان چیزی که به شما گفتم، میخوام تعریفش رو براتون خیلی خلاصه کنم. در کتابی که من به اسم، با اجازتون، حتما، کتابی هست به اسم Why Hypnosis for Personal Development. من نمیدونم حالا اگه این الان درست داره کاملا داره نشون داده میشه، Why Hypnosis for Personal Development. درسته به انگلیسی هست عزیزان، درسته که به انگلیسی داده شده، در اینجا هم میبینین ترجمه نشده به فارسی. چرا که من میدونم الان خانواده هایی که در امریکا، پوری خانم جان، هستن زندگی میکنن، خود شما میدونین خیلی از فرزندان ما الان دیگه احتیاجی ندارن به این که ما بخوایم بگیم کتابی به فارسی بخونیم. اونها بیاییم از تعصب زبان بیرون، بیشتر در محیطی هستن که انگلیسی لازمه براشون، 100%، و باید انگلیسی بخونن و صحبت کنن. خب مدرسه وقتی که میرن ناچارن که فقط انگلیسی صحبت کنن، انگلیسی بخونن واقعا. دقیقاً. خب عزیزان، وقتی که همچین چیزی در همچین محیطی هست، شما نمیتونین یک شخصیت رو از اون تصمیمی که براش گرفتین، به اسم یعنی اولادتون، و در این محیط آوردین، پرورشش دادین، میخوان با یک شرایط جدید، با یک زبان جدید این پرورش پیدا کنه. ما نمیگیم همه فرهنگ القا بشه به شخص، نه، شما به عنوان بزرگتر تفاوتی قائل شدین بین اون فرهنگ تا اینجا اومدین. حتما. خب
حتما اینجا چیزهایی داشته که شما اومدین به خاطرش. در این صورت با یک بینش جدید بیاین و به فرزندان اجازه بدین که این کتاب ها رو بخرن. چه بهتر که از فرهنگ ایرانی کتابی بیاد بیرون، دقیقاً، که بتونه با افکار، چون اون احساس رو بهشون میده. دقیقاً خانم پوری جان، دقیقاً. و شما بینندگان عزیز با تجربه، فرهیخته، دانش آموخته، چون همه ما اینجا به خاطر بهتر شدن اومدیم، در این صورت میبینیم که اگر اولاد، فرزندان شما به سمت این کتاب برن، برای مثال در این کتاب من از اولش، پوری خانم جان، از اول توضیح دادم که چجوری اصلا ذهن شکل میگیره از 0 تا 8 سالگی و از 8 سالگی تا 12 سالگی و از 12 سالگی تا 16 الی 18 سالگی که ما میگیم شعور یا ضمیر آگاه کاملا تکامل داره پیدا میکنه و کرده. اینها خیلی مهمه. از 18 سالگی دیگه شکل نمیگیره، دیگه شکلش کاملا گرفته، دیگه شما با هوشیاری میپذیرین، دیگه هر کاری رو میخواییم بکنین اونجاست که چلنجا شروع میشه. چون شما رفته در ذهنتون، ناهوشیارتون، همه چیزا مونده و ثابت شده و حالا میخواییم با یک قد رعنا، با یک سن 24 ساله در اون کنش و واکنش بچگی باشیم و این هیچ حق کسی نیست که بخواد در اون مرحله بمونه. چرا؟ حالا چرا در اون مرحله موندم؟ به خاطر اینکه اگر شما عزیزان این کتاب رو تهیه بکنید و شما بذارین که بچه‌ها برای شما این کتاب رو بخونن و برای شما به فارسی میتونن دونه به دونه توضیح بدن که منظور از هر کدوم اون نوشته‌ها چیه به فارسی، همین اینکه اونا دارن، خانم پوری عزیز، دارن توضیح میدن، دارن وربالی زبانی صحبت میکنن ولی فکری دارن در فکر خودشونم جا میدن. یعنی شما دارین به این اولادتون یک آکادمی، یک درس دارین میدین با صحبت کردن باهاش دو طرفه، علاوه این که به شما کردیت بیشتری میده اون فرزند، که در اینجا من میتونم با پدرم، با مادرم بشینم صحبت کنم راجع به این کتاب. این خودش فکر نمی کنین پوری خانم جان؟ عالیه، برای که بین رابطه بچه و پدر مادر یه انگیزه باید وجود داشته باشه که آدم بتونه در موردش صحبت بکنه. دقیقاً. درسته؟ چه انگیزه بهتر از؟ بهتر از این که راجع به این مسائل صحبت بشه. من خیلی از خانواده ها رو میبینم رابطه پدر مادر، مخصوصا مادر، با بچه هاشون، مخصوصا با دختراشون، خیلی رابطه های سطحیه، خیلی رابطه های فونیه، خیلی رابطه های گذریه و هم به ضرر بچه تموم میشه در آینده، هم به ضرر خودشون تموم میشه واقعا. دقیقا. خب ما میتونیم بگیم این به خاطر اینه که آگاهی وسعت پیدا نکرد، آگاهی در اون سطحی که همیشه بوده مونده. بله. و وقتی که میخواد بیاد بیرون به سمت این که بیاد گسترده تر بشه، ممکنه با مسائلی برخورد کنه که نیاز به تغییر در خودش احتیاج پیدا کنه. بله. و متوجه بشه که ای بابا، من این کاری که کردم بس 20 سال اخیر اشتباه بوده. میدونی چقدر جرأت میخواد پوری خانم جان؟ بله. که بخوای اون لایه رو بشکنین و قبول کنین که اگر که ما نمیدونستیم گناهی نداره. اگه من تا امروز لحن حرف زدنم با اولادم این شکلی بوده و نمیتونستم طور دیگه ای باهاش صحبت کنم، این مسئله به شما درسته تا حدودی ارتباط داره، ولی در این حال این در بچگی شما اتفاق افتاده و الان شما فقط به عنوان اینکه همون مسئله که شما سوال کردین بعد از 18 سالگی یعنی دیگه چرا؟ اونجا میاد تضاد شروع میشه، تضاد این که هوشیاری دیگه تکمیل شده و حالا اومده بیرون با جامعه، با وسعت نظر میبینه خیلی چیزا رو که برخورد میکنه نمیتونه حلش کنه.
نمیدونه از چه دری بیاد، با اینکه هوشیاره، بعد هم با اجتماع مشکل پیدا میکنه، هم با پدر مادر ارتباطات فرد، و تازه در خودش هم تضاد ایجاد پیدا میکنه. یعنی نمیدونه که خودش کجا هست، آیا با شخصیتیه که باهاش بزرگ شده، یا با این شخصیتی که الان 18 سالمه و اومدم بیرون و دارم میبینم چیزایی رو که قبلا نمیدونستم، حالا چی کار باید بکنم. اینه که ما خوشحالیم که واقعا در زمانی هستیم که البته در 50-60 سال اخیر صحبتهای روانکاوی و روانشناسی و همینطور که شما گفتین خانم فرهیخته عزیز من، پوری خانم جان، در برنامه قبلی، بله روانکاوی تا همین چند سال پیش، تا 20 سال پیش میگفتن مگه تو دیوانه هستی میخواه، و الان شکسته شد این عزیزان دیگه، اگه کسی نره دنبال اینها متاسفانه ما دچار مشکل میشه. چون ببینین کار شما در ارتباط بیشتر با استرس که از بدن اشخاص بیرون بیارید، دقیقاً آرامش درونی به افراد بدید. بله. وقتی که نخوان، وقتی این استرس هم تو انباشته بشه، خب دچار یک مشکل خیلی زیادی طرف خواهد شد، و این مشکلات رو یا با بچه هاش باید تو سر بچه ها باید بریزه، یا دوستاش باید بریزه، یا همسرش باید بریزه. نمیتونه یه زندگی آرومی رو برای خودش حداقل تو اطرافیان خودش ادامه بده. چقدر قشنگ گفتین، خیلی زیبا گفتین پوری خانم، دقیقا مطلب در همین جاست. وقتی که چیزی رو ما نمیدونیم، خب به طب ما دلمون میخواد ولی نمیفهمیم چه مونه، چه مشکلی داریم، کسی هم که به ما نگفته. اینها میمونه روحم، در این کتاب توضیح داده شده، به انگلیسی بهش میگن overwhelm، ولی به فارسی میگن انباشته شده. دیدین عزیزان وقتی که یک کسی دیگه نمیتونه تحمل کنه، میگه من لیوانم یا کاسه صبرم لبریز شده. دقیقا این اصطلاح در روانکاوی هستش، و شما حق دارین، چون دیگه نمیتونه سطح آگاهی شما بیشتر از این اطلاعات رو که نمیدونه چی کار کنه ورداره. یکی از معجزات خواب همینه خانم پوری خانم جان عزیز. ما وقتی که شب میخوابیم، اطلاعاتی که خیلی زیاده در روز اومده و نمیتونیم هم باهاش تحلیل و تجزیه جور در نمیاد، اونها رو خواب در مغز، خواب اجازه میده که به بیرون بره. یعنی شما واقعا معتقد هستین که این خواب میتونه یه واقعیت باشه؟ 100%. الان در علم روانشناسی و روانکاوی اصلا خواب درمانی هست، و شاخه از هیپنوتیزم درمانی هم مربوط میشه به خواب درمانی. یعنی شخص میاد میگه من نمیدونم چند وقته که من خوابهایی میبینم که عجیب ناراحتم میکنه. خب بزنین برای مثالی که میخوام براتون بزنم، خودم شخصا شخصی اومدش پیش من و برای این که 22 سال داشته کابوس میدیده، کابوس های بسیار وحشتناکی بود، هر شب، بله هر شب داشته میدیده. ایشون وقتی که اومدن با یک اعصاب بسیار داغون، همونطور که شما گفتین انباشته شده، نادانسته، تحمل که نمیشه اسمشو گفت، فشار اومدن، بنابراین قرصای متعدد ایشان میخوردن، از فشار خون گرفته، حتی کلسترول، خانم پوری جان، یعنی حتی باعث چربی ایشون شده، حالا براتون توضیح میدم، و حتی میتونه رو قند خون اثر بذاره. بگذاریم از ارتباطات ایشون که باعث شد فرزندانشون از ایشون دور بشن و حتی طلاق گرفتن، بعد از طلاق با کسی نتونستن ازدواج کنن، و حتی درگیری که داشتن با کسی که میخواستن باش نامزد کنن، اون موقع اومدن پیش من و خوشبختانه نامزد ایشون کمک کرد. چه آدم خوبی. دقیقا اینجاست که من میگم ارتباط رو باید باعث ترفیع و ترقی شما، یعنی دقیقاً بهتر ارتقای شما بشه. اینجاست که ما باید دنبال، اگر دنبال جواب باشین، خود به خود میرین سمت اونهایی که به شما کمک میکنن.
به هر حال این خانم وقتی اومدم با اون کابوسهای بسیار عجیب غریب که ما نزدیک 2 جلسه با ایشون فقط سعی کردیم این کابوسا رو در بیاریم، 22 سال طول کشیده بوده. و اگرم ایشون میگم اون نامزد ایشون این کارو نمیکرد، شاید هنوز هم اون کابوسا ادامه 100% با اینکه ایشون فرد تحصیل کرده ای هستن، یعنی خود ایشون یه خانمی هستن که تحصیل کردن. خب منظورم چیه؟ حالا من یه سوالی از شما دارم جانم. یادتون نره حرفتون بفهم. آیا شما به خوابی که اشخاص میبینن، به تعبیر خوابشون اعتقاد داری؟ به اصطلاحی تعبیر خواب بله گفته میشه، ولی از نظر روانکاوی میان تجزیه و تحلیل میکنن خوابو. خوابهایی که ما میبینیم دیدیم بعضی موقع درست در میان، اون از هوشیاری شما میاد که 100% افتاده به ضمیر آگاهی شما که شما اونها رو میخواین و اون رو دریافت خواهیم کرد و در آینده 100% به شما خواهد رسید، چون شما تصمیم گرفتین و اون ضمیرتون داره پروسس میکنه، داره انجامش میده، داره تحلیلش میکنه. ولی یه موقعی هستش که وقتی شما دارین خواب میبینین، ببخشید میگین چرا این خوابای چندو من میبینم، چرا اینقدر این خوابا اذیت کننده و وحشتناک و آزاردهنده است. اون خواب ها عزیزم خوابای اطلاعات شما نمیخوره به اون چیزهایی که تو ضمیر ناآگاهتون هست و ضمیر هوشیار داره سعی میکنه با ضمیر ناآگاه تطبیق پیدا کنه، چون اون هویت شماست، هویت شما با اون شکل گرفته. در اینجاست که اون خوابها رو شما میبینید، اما همونهایی که شما میگین وحشتناکه، بله پوری خانم جان عزیز، اونها سمبولیک تعبیر یا به زبان ما تفسیر میشن. دونه به دونه تفسیرشون میکنیم و برای شما تو این زمینه هم کمک میکنی؟ من تا حدودی بعد در این زمینه وقتی که کسی میاد پیشم و میبینم اینطور هست 100% کمکش میکنم. اگر موردی باشه که ببینم فراتر از اون دایره تبحر من باشه، دوستانی هستن که کمک بکنن، ولی برای این کار من خودم شخصا تجربهش داشتم و دارم و این کار رو انجام دادم و این شخص الان کاملا بعد از 22 سال دیگه اون کابوس ها رو به گفته خودشون اصلا نمیبینه. چرا که من الان شما توضیحی داشتین میدادین در مورد اینکه اینها جمع میشه و فشار میاد روی افکار، دقیقا همینطوره. ما میخوایم کاری کنیم که شمایی که الان تضاد پیدا کردین و جایی در ذهن هوشیارتون حالا بعد از 18 سالگی دارین میگین که چرا اینطوریه، همون چرا اینطوریه جوابتون رو باید پیدا کنید و اگر راه حل رو نمیدونین مراجعه کنین به کتاب. چقدر عالی. مراجعه کنین به کتاب. بچه ها رو نمیدونین چجوری باهاشون صحبت کنین، ازشون بخواین بیا بشین. عزیزم میتونین کتاب رو برای من بیای به فارسی به من بگی و اون باور کنین ناخودآگاه، چون احساس غرور دادن به فرزندانمون بسیار مفید خانم جان عزیز. اصلا شخصیت دادن به هر شخصی به خصوص بچه خیلی مهمه. دقیقاً یعنی شما با این کار داری میگی اگر هم تو مشکل داری اشکال ندار عزیزم، دنبالش بگر، اینها کتاب هست، مطالب رو اجازه میدیم. درسته الان شما شاید بگین اینترنت خیلی چیزا رو داره میده که به صلاح نیست. ما وقتی که شروع میکنیم به ترغیب بچه ها که به سمت این قدم به قدم برن، خود به خود اونها طرز فکرشون چی میشه؟ تعدیل میشه. یعنی خود به خود به جای اینکه بره دنبال تیک تاک یا اگر بد یا خوب، من اصلا هیچ عقیده ای ندارم. عجب چیزی شده تیک تاک. دیگه شما هر کدوم ممکنه بعدها ببینه یه چیز جالبتر جای اون هست. چرا من دیگران رو دارم تماشا میکنم خانم پوریش؟ خانم جان ممکنه بگید چرا من دارم به کارهای عجیب غریب اون نگاه میکنم، بذار ببینم خودم چه کارهایی بلدم بکنم. این پیش بیاد و کم کم زمینه میشه برای اون فشاری که شما دارین میگین. کم کم اون فشار جای خودش رو باز میکنه
و به انگلیسی میگن let it go, release میشه، یعنی اجازه میده که بره و جا باز بشه برای اینکه اون شخص بخواد نفس آرومی بکشه و دنبال مطالب با اعتماد به نفس، با امنیت کافی که شما دارین تشویقش میکنید، در محیط خانواده با عزیزانش انجام بده. جالبه. من یه موردی رو بگم، بعضی اوقات یه تضادی وجود داره، حالا فرق میکنه بین دو دوست یا بین زن و شوهر یا بین مادر و فرزند. درست. خیلی اوقات هم شده که همه ی حقا با طرف مقابل نیست، شاید در ارتباط با مثلا زن و شوهر بیشتر حق با خانومه، یا مادر و دختر حق بیشتر با خانومه، ولی نمیخوان واقعیت رو بپذیرن. یعنی حتی اگر پیش روانشناس هم برن در ارتباط با روانکاوی، وقتی واقعیت ها زبون هر کدوم از طرفه، همونجا وقتی که بیرون میاد طرف مقابل همونجا شروع میکنه عکس العمل نادرست نشون دادن. این طبیعیه خانم پوری خانم، اینو باید تحملش کرد. این طبیعیه. حالا چرا؟ اگر که شما فهریخته عزیزم پویا، ذهن پویا دارین و این رو درک کردین، پس شما یک پله بالاتر از اون شخص هست، چون شما اینو درک کردین و فهمیدین که اون داره غلط راهو انتخاب میکنه یا میره. راهش چیه؟ شمایی که میدونین باید خودتون رو تعدیل کنین. چطور؟ ممکنه بگین سخته، یعنی به واکنش های نادرست طرف مقابل آدم اهمیت بده، یا اینکه در مقابلش باید ایستادگی کرد؟ باید بلد باشین که چجوری باید باشین عمل کنین. اگر بدونین از کجا میاد، اون موقع راحت‌تر حتی خودتون هستین. هر کاری رو عزیزان انجام میدین، اول برای خودتون انجام بدین. خب من خیلی معتقدم به این مسئله. دقیقا. یعنی اگر گفتن که تو این کارو برای خودت میکنی، دقت کنین. البته آره برای خودم میکنم. سرتون رو بالا بگیرین و بگیم بله. چرا؟ برای اینکه اگر شما میخواین نردبان محکمی باشین، اول دو تا پایه‌های شما باید محکم رو زمین باشه تا از روی پله‌های شما کمک کنین برن بالا. و برای اون، چون شما تصمیم گرفتین که اشکال هست، پس شما باید زحمت بیشتری بکشین. مسئولیت درسته، مسئولیت سختی داره، زمان میبره و باید که کار کنین رو خودتون. ولی به نظر من بعد از یک سال و دو سال، وقتی که زندگی رو پوری خانم جان دوست داشته باشین، یعنی باید دوست داشته باشین، وقتی که میبینین شما حیات دارین و اینجا اومدین تا زندگی کنین، زندگی پویاست. چطور که صبح بلند میشین برای خودمون، حتما باید یه صبحونه خوب درست کنین، حتما باید یه صبحونه قشنگ بخورین. چطور هستش که یک لباس قشنگ میبینین و دوست دارین اونو بخرین؟ اینها رو باید در درجه اول برای افکارمون هم داشته باشیم. چطور میشه که من یه فکر قشنگی داشته باشم؟ یکی از چیزهایی که باعث اختلاف میشه در صحبت و گفتگو، همونطور که شما گفتین، من به شما عزیزان بازم پیشنهاد میکنم این کتاب رو بگیرین، حتما بر روی آمازون هست و نزدیک 30 صفحه‌ش، یا فکر کنم کمتر، میتونین شما حتی بخونین صفحاتو و ببینین که دوست دارین کلامن میشینه در وجود شما، در ذهن شما، و بعد میتونین از روی آمازون تهیه کنین. در اینجا هنر صحبت کردن بین طرفین رو یاد میگیرین، خیلی مهمه. حالا یه موردی رو باز من از شما سوال کنم، بیشتر آیا آدم باید گوینده باشه یا شنونده باشه؟ آفرین. ببینید، گویندگی جا داره، شنوندگی هم جا داره. یه جا هست که شما فقط دارین همینطور حرف میزنین، فقط که کسی دیگر رو نمیخواین بشنوینش، این کاملا واضح میشه برای اشخاص. یه جا هست که مطلبی شما باید همونجا صحبت کنین، اگر نگین زمان در رفته و اون شخص در اون حالتی نیست که دیگه حتی یادآوری بشه براش و گفته بشه.
بعضی موقع البته میگن نه من گذاشتم این رو برای زمان دیگه. من فکر میکنم اون به حال خودتونم بستگی داره. آیا آمادگیش هست؟ آیا شما آمادگی شنیدن اون جوابو دارین؟ اینه که خیلی صحبت کردن، چون من امروز داشتم اتفاقا اتفاق بسیار جالبی افتاد برای خودم و یک نفر دیگه و احساس کردم که ما هر دو در یک سمت و سو هستیم، ولی طرز صحبت کردن و درک کردنمون متفاوته. خیلی مهمه. دقیقا. این خیلی مهمه، چون هم میتونه رابطه ها رو نزدیک بکنه، هم میتونه خیلی دور بکنه. دقیقا خانم پوری جان، ما همینو امروز دو نفری بهش رسیدیم. چرا؟ این دوست من بهش گفتم همین صحبت که الان اول این رو فهمیدی و ایشون اشتباه گره، فکر کرد که من دارم میگم اشتباهی میکنیم تو و آنچنان از کوره در رفتن ایشون. و بعد من یه خود آروم اونجا که شما میگید نباید همون موقع صحبت کنی، ولی باید به طرف نشون بدین که من درکت میکنم، گوش دارم بهت میدم، اجازه میدیم من حرف بزنم. فکر نمی کنم کسی مخالف این باشه و در برابر این رفتار عکس العمل ناخوشایندی نشون بده. امیدوارم. اگرم دادن باز هم راه حل داره. یک مطلبی که میخوام بگم، ما دو جور اخلاق داریم. یه اخلاقی داریم که اشخاص بسیار حرافن و بسیار محکم صحبت میکنن، در جامعه همش میخوان خودشون حرف اول رو بزنن، خودنماییه در حقیقت به نظر من، ولی شخصیتیه. در داخلشو میبینین افرادی هستن فوق‌العاده نرم و دوست دارن که مردم و خانواده در درجه اول به اینا توجه کنن. اوکی؟ خب این توجهی بیش از حد بخواد از مردم بگیره به این چی میگن؟ اوکی، این رو نمیتونیم بهش بگیم جلب توجه. باز این برمیگرده به طرز یادگیری شما در بچگی. میخواییم براتون توضیح بدم؟ حتما. وقتی که ما بچه هستیم، مخصوصا تا 2 سالگی، نوازش برای ما خیلی مهمه خانم پوری جان. بله. بغل کردن نوزاد و نوازش کردن ممتد و بوسیدن نوزاد فرزند شما رو اینگونه به عمل میاره در بزرگی. شخصی میشه که ما بهش در اصطلاح روانکاوی میگیم فیزیکا، یعنی جسمیه، دنیا رو از طریق بدنش درک میکنه. حرارت دو تا بدن باید برن. دقیقا. اگر که دوست داره شما رو، برای اینکه میبینه با شما حرف میزنه، شما بدنن با ایشون نزدیک هستیم. فرم دیگری هست که بهش میگن ایموشنال، یعنی احساسی. یعنی چی؟ دیدین در بچگی به بچه میگن بذار اونجا اونو عزیزم، یعنی با یک تحکم خاص کلمه عزیزم بکار، ولی عزیزم بکار میره. حالا بچه شاید 2 سالشه 3 سالشه، این فرزند وا میمونه که من به عزیزم باید فکر کنم که دوستم داره، یا به این تشر. بین این تشر یا محکم گفتن، شاید هم شما براتون عادی بوده، اصلا هم منظورتون تشر نبوده، لحن صدا خیلی میتونه مؤثر باشه. برای فرزندی که داره رو به رشته تا 8 سالگی بسیار اثر گذاره. حالا من یه مطلبی رو بگم. خب البته این مسئله که شما داری میگی بیشتر در مورد خانواده‌ای که فرزندان زیادی دارن مثل کشورهای خاورمیانه و میدونین از جمله که مثل ایران که 10 تا 11 تا 8 تا 6 تا در زمانهای ما بچه ها از این کمتر نبودن واقعا. خیلی شما به ندرت میتونستین پیدا کنی یه خانواده مثلا 3 تا بچه داشته باشه، 2 تا بچه داشته باشه. خب خیلی رواج داشت این مسئله، ولی الان در شرایط فعلی بین جوان ها بچه تعدادش کمه و مادر پدر ها من دارم میبینم با لحن بسیار آروم با بچه هاشون صحبت میکنن و اون حالت پرخاشگری اصلا در صداشون نیست نسبت به پدر ها، نسبت به بچه هاشون. واقعا آیا این بچه ها دیگه در آینده دوچاری هیچ گونه انگیزه ای نمیشن؟ دوچاری هیچ گونه دگرگونی نمیشن؟
من میخوام یک با اجازه شما اون قسمت آخر ایمو رو که داشتم میگفتم، چون الان شما یه چیزی ذکر کردیم باید اون رو پس من بگم. حتما. مرسی. اون قسمتی که مربوط میشه به اون لحنی که گفته شده بسیار صریح ولی در عین حال عزیزم، این فرزند استدلالی میشه. یعنی دیگه با بدن و با فیزیک و اینها راضی نیست، بیشتر میره سمت استدلال ها. دلش همش توی فکرش هست، همش توی سرش و کلشه که منظور از حرفی که اینا به من زدن چی میتونه باشه، چون تضاد بین کلمه و احساسی رو گرفته. این چیزی که شما الان به من گفتین، مرسی، سوال خیلی خیلی قشنگی بود. بله، فرزند کمتر ممکنه آدم لحن صحبت بهتری داشته باشه با فرزندتون، وقت بیشتری دارین صحبت میکنید، ولی همیشه باید مواظب باشین که فرزند شما هم به شما فیدبک میده یا نه، اون داره با شما در جواب شما چطور جواب شما رو میده. شما باید به رفتار اونم توجه کنین، نه اینکه فقط استدلال این باشه که من با این اینطوری حرف زدم. وقتی که شما ببینید که فرزند شما شما رو بغل میاد میکنه و میبوسه، متوجه بشین که این فرزند فیزیکاله، یعنی بیشتر از بدنش حس میگیره، درک میکنه. با نوازش شما میتونین بیشتر بهش حرفاتون رو خالی میگن بکنین، یا به قول خودمونی، یا اگر میبینین نه خیلی واسده و داره جواب میده و گنگه، اون فرزند رو فقط با صحبت کردن ملایم مادرانه شما میتونید صحبت کردن. به نوازش اینها زیاد تأثیری براش نداره، میخواد از نظر ذهنی شما بهش فیدبک بدین، غذا بهش بدین، درکش کنین. امیدوارم که این دوتا در همین جا، نمیخوام زیاد شما رو خسته کرده باشم عزیزان، امیدوارم راحت بتونین این دوتا رو یا روی ریپلی بازپخش بگیرین، چون کمک بسیار موثری میکنه و دوباره در کتاب همه اینا توضیح داده شده. حتی فرزندانشو 16 سال به بالا خودشون با خوندن کتاب این رو درک خواهن کرد و در ارتباطات اجتماعیشون سر کار میخوان برن، دانشگاه دارن میرن، دوست انتخاب میکنن، لحن حرف زدن شما رو همه رو پیدا میکنن و بعد میبینیم که چقدر راحتتر میتونیم با هم محاوره و صحبت داشته باشیم. دقیقا. من این مطلبی رو بگم در ارتباط با همین بغل کردن، الان در شرایط فعلی مخصوصا در آمریکا که من مطمئنم الان در همه جای دنیا متداول شده این مسئله، موقعی که نوزاد به دنیا میاد، همون مثلا اول اصلا پدر باید در کنار مادر باشه زمان زایمان بچه که بتونه بچه رو همون لحظه بغل بکنه، و روز بعدم یکی از نرسا وظیفش اینه که بچه رو بیاره و پدر لخت بچه رو بغل کنه، بذاره رو سینه خودش تا اون گرما رو اون بچه بگیره. این گرما در حقیقت همون عشقی که از پدر به بچه منتقل میشه. شما ببینین چقدر قشنگ کار کردن، چقدر قشنگ دارن کار میکنن در این دقیقاً توی خانم جان، برای نسل آینده. دقیقاً. و ما از همونجا به بعد دیگه تسلیم میشه به خانواده. بله، میدونین و اونجاست که مسئولیت ماست عزیزان. اگر میخوایم خوشبخت باشیم و فرزندانی داشته باشیم که در آینده دچار مشکل حداقل برای ما حتی نباشن، مگه میشه که دچار مشکل نشد پوری خانم جان؟ نه، دنیا الان پر از مشکله. دقیقا، همیشه بوده ولی سطح آگاهی و زندگی اینقدر کوچیک بوده و جمع بوده که اجازه به کسی نمیدادن که بره بیشتر از اون. متوجه نمیشده و متوجه نباید میشدن. بله. چون بزرگترها یا اطرافیان وسایل درک اونها رو ندارن، نداشتن. برای همین چون وسایل درک اومده، بچه ها از خانواده میرن بیرون، میرن رو اینترنت، برای که میتونن رو اون درک کنن، میتونن اسباب وسایل درکشون رو از اینترنت بگیرن.
من میخوام این توی خونه ها بیاد پوری خانم جان، به جای اینکه به صفحه تلویزیون نگاه کنه برای اینکه رفتار جان وینو من داشتم کسی رو امریکایی به من گفته من پدر نداشتم، رفتارم رو از جان وین یاد گرفتم امریکایی قلدریشو دقیقاً کشیده و عاشقش بود و خیلی سطحایی که فعلا ما میگیم مردانگی غیرت همه اون چیزا تمام فیگورا و این 48 سال نه طبیعیه دخترم همین بودن در اون زمان ها. حالا با داشتن مادر هرچی هر کس برای خودش یک آرتیست رو الگوی خودش کرده بود میدونی که کرکتری از اون برای خودش بسازه واقعا شما میدونین دقیقاً دقیقاً اینه که اگر که ما بتونیم سطح الگومونو بله. الگوی رفتاریمونو چرا که نه عزیزان بیاریم تو خونه با یه جلد کتاب، نه خودمون باشیم کسی که میره روی اینترنت و پیدا کنه که چجوری من به خودم در درجه اول کمک کنم، چون وقتی حرف میزنم انگار همه منو نمیفهمن. شنیدین این صحبتو؟ خیلی خانوما ممکنه بگن حرف منو تو خونه هیچ کدوم نمیفهمن، نه فرزندانم نه شوهرم. این به خاطر اون طرز فکریه که داره شما رو هدایت میکنه به لحن کلماتی که زبانتون میارین بیرون و ناخودآگاهه. ببخشید من الان یک مثال خیلی ساده رو میرم. وقتی دستشویی میرین احتیاجی نداری که به شما یکی توی بدنتون بگه که تو الان باید بری به خاطر اینکه داره و مراحل بعدی اتوماتیکوار داری شما میرید مراحلی رو که بدن شما و مغز شما داره به چندین دستگاه دستور میده میرین انجام میدین، شما فقط انتها رو میبینین. اون اخلاق هم همینه، شما نمیبینین نمیدونین ریشه ها از جای دیگه است. دوست دارین باید پیدا کنین عزیزم و این خیلی راحت میشه، فقط باید به خودتون فرصت بدین و اهمیت بدین. متاسفانه به آخر وقت که رسیدیم باید خدافظی بکنیم. بسیار جامعه بسیار عالی بود، ممنونم از شما. خواهش میکنم و بینندگان عزیز شماره تلفن خانم سوسن صفا زیر صفحه تلویزیون نوشته شده، میتونین باشون تماس بگیرین اپوینتمنت بذارین و به هر تقدیر خودتون دیگه از سخنانشون از تجربهشون از کتابی که دادن بیرون میتونیم به عنوان یه هیپنو درمان بهشون مراجعه بکنین تا بتونن مشکلات حالا فرق نمیکنه چه خود آدمه چه همسره چه بچه هست بتونین به یک شکلی رفع رجوع بکنین تا بتونین زندگی بهتری رو در زیر یک سقف واقعا داشته باشین. امیدواریم برای همه شما آرزوی سلامتی و روزهای خوش دارم و از شما هم یک دنیا تشکر میکنم. ممنون از شما. به امید هفته آینده هر مانده ببخشید من چرا چهارشنبه رو با دوشنبه امروز استثنا اشتباه میگیرم هر چهارشنبه در خدمتشون هستیم از ساعت 2 تا 3 و این برنامه در فیسبوک چهره هم خواهد بود و اونجا هم شما میتونین تماشا بکنین و اگر هر سوالی چیزی دارین یا تلفنی یا از طریق تکس یا از طریق ایمیل یا از طریق مسیجی که توی فیسبوک چهره ها میذارین جوابگوی شما عزیزان خواهند داشت. خدا نگهدار.